سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب با هم دیگه توی ویدئوهای قبلی تعریف دترمینان رو برای ماتریس های دو در دو و سه در سه دیدیم از این ویدیو میخوایم شروع بکنیم در مورد ویژگی های دترمینان با هم دیگه صحبت بکنیم خب اولین ویژگی دترمینان که با هم دیگه میبینیم این هستش ویژگی اول میگه که اگر کلیه درایه های... کلیه درایه های یک سطر یا یک ستون از ماتریس را توی یه عدد حقیقیه که اسمش رو میذاریم مثلا لاندا ضرب بکنیم دترمینان ماتریسمون دترمینان ماتریس لامدا برابر می شود برابر می شود یعنی در حقیقت این ویژگی داره چی میگه؟ به ما میگه که ما فرض بکنیم که یه ماتریس آ داریم که گفتیم در مورد ماتریس های سه در سه داریم صحبت میکنیم پس درایه هاش این هستن آ یک یک آ یک دو آ یک سه آ دو یک آ دو, دو آ دو سه و نهایتا آ سه یک آ سه دو و آ سه سه درسته خب حالا میگه که اگر ما بیایم یک سطر تا یک ستون از این ماتریسمون رو توی عدد حقیقی لاندا ضرب بکنیم مثلا یه ماتریس بی تشکیل بدیم که از ضرب مثلا سطر دوم آ توی لاندا حاصل بشه پس اومدیم سطح دوم آ رو مثلا گرفتیم به عنوان مثال و توی لامدا ضرب کردیم پس ماتریس بمون درایه هایش چی هستن؟ هستن آ یک یک آ دو پس سطر اول عوض نشده آ یک بعد سطح دوم چی داریم؟ داریم لامدا آ دو یک درسته؟ و این همین داریم لامدا آ دو دو و لامدا آ دو سه درسته سطر دوم تو لامدا ضرب کردیم ستون از میخوام سطر سوم هم مجددا تغییری نکرده دیگه آ سه یک آ سه دو و آ سه سه درایاش هستن خب حالا میگه که این قضیه داره با ما میگه که دترمینان این ماتریس جدید ب باید برابر با لاندا زب در دترمینان آ باشه خب برای اینکه ببینیم چرا بیاید به دترمینان ب رو با هم دیگه حساب بکنیم خب دترمینان رو میتونیم از بست دادن روی سطح و ستون های مختلف حساب بکنیم بیاید روی ستون دوم ب بستمون رو بنویسیم تا ببینیم دترمینانش چی هستش پس طبق تعریف داریم دترمینان ب مساوی هستش با. خب درایه اول سطح دوم چی هستش هست لاندا آ دو یک زب داره همسازه دو و یک ماتریس ب بی. یعنی بی دو یک به علاوه درای دوم چی هستش از سطر دوم هست لامدا آ دو دو زب در همسازه دو و دو ماتریس بی به علاوه لامدا در آ دو سه زب در همسازه دو و سه ماتریس بی بی دو سه درسته این پس تعریف دترمینان بی هستش خب حالا مثلا ببینیم که این همسازه دو و یک ماتریس B بی، B دو یک چی هستش؟ مساوی هستش با دترمینان ماتریسی که از حذف سطر دوم و ستون اول B به دست میاد دیگه درسته؟ پس هست دترمینان A یک دو آ یک سه A سه دو و A سه سه درسته؟ سه سه خب همطور که می‌بینید این همون هم‌سازه‌ی 2 و 1 ماتریس A هستش درسته چون ماتریس آرم اگر سطر اول اوز میخوام ستون اول و سطر دومش رو حذف بکنیم ماتریسی که می‌مونه همین A12 A13 A32 و a هستش پس اینجا داریم چی این b یک همون آ 2 و 1 هستش و بقیه همسازهای b هم اینطوری میتونیم نشون بدیم که با همسازهای متناظر آ مساوی هستن یعنی b2 دو و 2 دو هست آ 2 دو و 2 دو و b2 و 3 همون a2 و 3 هستش درسته خب پس اگه اینا رو جایگذاری بکنیم چی به دست میاریم به دست میاریم از لامدا هم بیایم فاکتور بگیریم توی کله عبارت چون تو تک تک جمله ها ضرب شده به دست میاریم لاندا در a2 و 1 در همسازه 21 ماتریس A علاوه A22 دو دو در همسازه 2 و 2 دو ماتریس A علاوه A23 در همسازه 2 و 3 ماتریس A درسته خب این چیزی که داخل پرانتز هست اینجا همونطور که شماتون حتما حد زدید همون دترمینان ماتریس A هستش درسته که روی سطر دوم بستش دادیم پس خواهیم داشت لامدا در دترمینان ماتریس A پس ما تونستیم این ویژگی رو با هم دیگه اثبات بکنیم خب یه نتیجه جالب از این ویژگی میشه گرفت نتیجه ای که ازش میتونیم بگیریم این هستش که برای ماتریس 3 در 3 A ماتریس 3 در 3 A داریم اگر کل ماتریس رو توی لامدا ضرب بکنیم یعنی داشته باشیم لامدا ضرب در ماتریس آ که یه ماتریس جدیده دترمینان این ماتریس برابر خواهد بود با لامدا به توان 3 ضرب در دترمینان آ خب چرا این خاصیت برقرار هستش به خاطر اینکه وقتی ما کل ماتریسمون رو توی لامدا ضرب کردیم عین این میمونه که تک تک سطرهاشو یا تک تک ستونهاشو توی لامدا ضرب کردیم یعنی هم سطر اول رو ضرب کردیم هم سطر دوم و هم سطر سوم بنابراین اگر از ویژگی یک سه بار استفاده بکنیم میبینیم که انگار دترمینان آ سه بار توی لاندا باید ضرب بشه تا دترمینان لاندا آ رو ما به دست بیاریم پس لاندا به توان سه در دترمینان آ خواهیم داشت خب این از ویژگی اول دترمینان بریم سراغ ویژگی دوم ویژگی دوم میگه که اگر همه درایه های یک یک سطر یا ستونه یا ستون ماتریسی صفر باشند آنگاه اگر فرض کنیم مثلا اسم این ماتریسمون آ هستش خواهیم داشت دترمینان A مساوی با صفر خب برای اینکه اثبات این ویژگی رو ببینیم بیاید یه مثال بر خودمون بزنیم مثلا یه ماتریس A اینجا بنویسیم بر خودمون که فرض کنید که ستون اولش همه صفرن یعنی داریم صفر 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 بعد بقیه درایهاش هستن آ یک دو آ دو دو آ سه دو بعد خواهیم داشت A1 -3, A2 سه و A3 سه در حالت کلی درسته این که ستون اولش صفر همه درایش خب حالا اگر ما بخوایم مثلا دترمینان A رو به دست بیاریم در این حالت میتونیم چیکار بکنیم میتونیم بیایم روی ستون اولش بس بدیم دترمینان رو دیگه درسته و اگر روی ستون اول دست دادیم چی به دست میاریم؟ دست میاریم صفر ضرب در همسازه یکی یک ماتریس آ به علاوه صفر ضرب در همسازه دو یک ماتریس آ به علاوه صفر ضرب در همسازه سه یک ماتریس آ که چون تک تک جملات تو صفر دن ضرب میشن برابر هست با صفر به علاوه صفر به علاوه صفر صف که مساوی با صفر هستش عین همین اگر هر سطح یا ستون دیگه ای ماتریس آ هم صفر باشه از همین استدلال میتونیم ثابت کنیم که دترمینان ماتریسمون برابر با صفر هستش خب این از ویژگی اول و دوم دترمینان ماتریس توی ویدیوهای بعدی در مورد بقیه ویژگی های دترمینان با هم صحبت میکنیم تو کلاس درس بعد میبینمتون